یه کلات جوی باری وقتی که پشت تو میکنی من چی رو بکشم؟ من دوشم سفارش شامو میدم. چی داری میگه؟ چون پدر ما رو داره بردی؟ اصلا قرار کردیم گوشیم برو نقاشی بکن. عدیشب کلافن کردی که نقاشی تو رو پشت تو میکنی به ما. جای عمکتی رو کنی گذاشتی کنار من؟ عمه کتی کیه؟ ای بابا نامزادمه دیگه، قرار ازدواج کنیم. این کلی به دو بعد از ازدواج عکس اینم بکشی. حالا یکم صاف میشینی من بکشمت یا نه؟ نه خب من قضام بخورم بعدا صاف میشینم. پدر ما رو داره بردی تو. الو خوش کن ببین چی میگم. یه آژانس براش بگیر بفرست به همون آدرسی که اومدی بردیش. بابا این نمیاد، این منو بیچاره کرده. باید بریم روزنامه براش بخریم، عکساشو نگاه میکنه، تازه تو سرش بخوره. باید 45 دقیقه براش بخونیم. همش هم غذا میخوره، همش میخوره، ما دیوونه شدیم. واقعا این 100 میلیون اصلا نمیارزه که ما اینقدر زحمت بکشیم. آقای پکاشو کی میگه کیه؟ چیزی هم نمیرسه، به قیافش نگاه کن، چیزی نداره که بدبخت. الان پسرش رفته تو کما. بیچاره. همینو بهش بگی برمیگرده. ببین بگو عمه خانوم میخوادت کتی. میگه بگو عمه خانوم میخوادت کتی. پس بذار برم بهش بگم. باشه باشه خدافظ. خوب میشناسیشونا. اینجا خوبه، اینجا نگه داری اینا رو ببینم. همینجا. آها اونا رو ببین. به نظر تو کدومشون بهتر مریض ما باشه؟ همشون خوبه، ولی فکر کنم لاغر باشه بهتره. ها به کار ما بیشتر میاد. بیچاره اون کسی که میخواه اعضای بدن اونو بگیره. اون لاغر خوبه، برو بیارش. آقای کلاته جویباری سبون ماش بکنم. سبون چیه؟ یه خبر خوب دارم برای شما و ما. شما آزاد شدی. تو رو خدا راست میگی؟ آره به خدا. تو ما قبلن تو هواپیما کار نمیگردی؟ دو تا در جلو، دو تا در عقب، بپریم پایین. این حرفا چیه؟ شما باید تشریفتون رو ببری خونه دکتر. برای چی؟ مگه دیوونم برم دیوونه خونه؟ من تازه اینقدر با من داره حال میده با خوشی میگذره که بیام بزنیم بزنیم بچه هارم بری بیاری. خواهش میکنم چه خوشی میگذره. روزی 100 کیلو میوه میخوری، هی هم میگی غذا میخوام، به این میگی به اون میگی، در ضمن روزنامه هم میخوای. روزی اینقدر روزنامه میخریم، هی میخونیم. سوادم که نداری، باید 40 دقیقه ما برات بخونیم. پاشو برو دیگه. یاد میگیری از من؟ بده میخوام ببینم اخبار جهان چی نشون. این پنجه به علاوه یک بلقر آخرش چی میشه؟ من میخوام آبتنی کنم. گفتم این آبش عوض کنی کردی دستت لر نکنه شوشی. آبش چرا نمی کنی دو روزه؟ پسر تو خونه رفته تو کما. پاشو برو دیگه. رفته تو کما، قایم موشک بازی میکنن، قایم شده. این پیدا میشه کما چیه؟ رفته تو کما لالا. خواب بیدار میشه دیگه. این از من خواب استراحت دم بعد از اون دیگه داره میمیره. آقا پاشو بیا برو. سر با سرت گذاشتم. آه بخواه میخوام ببینن مثلا من چقدر بچه همو دوست دارم. دوست دارم دیگه خودش میدونم. بعد هم آقا رئیس شام سفاره شده ناراحت میشه. آقا رئیس شما ناراحت میشیم من برم؟ نخه چرا ناراحت باشیم؟ شما تشریف داشته باشید ما میریم بیرون. بیا ببین عمه کتی تصادف کرده داره میمیره. عمه کتی؟ بله تصادف کرده؟ جان من راست میگی؟ بله به جان خودم اگر تصادف کنم چی شادو در میارم؟ تلفن بلوط هست همراه با من بده. من تلفن هیچی ندارم، مراتون آژانس بگیرم با آژانس تشریف ببریم. با من بده یه زنگ بزنم حال اینه ببردم. من تلفن همراه ندارم. نه ببینیم روز دیگه یا نه دیگه. الان آژانس بگیرم شما تشریفتون رو ببری. آژانس بگیرم برم؟ من پول دارم. منو بازی شلواری متکان نزدیکم دوزیزین رو بردی؟ میگه پولش هم چشممو کور ما میدی. فقط دلم میخواد برم ببینم عمه کتی سالمه. بر میگردم ریزی ریزی میکنم. صبر من نمیرم. آقا چی اصراری میکنی؟ بیرون ببینم. برو سوارش کن. برو سوارش کن. برو.
هم بیرونی خودتون نکنی. آقا بیا برای نمیرم. آقا اینو برو میذارم یه گوله بعد خودم یکی اینجا گذاشتم. آقا چپ بزن بگیره دست بره. آقا پول دیگه نداری پدوز سیم خالی که نمیشه رب کرده بودم. آقا بیا این گرده من مال ننمه. حالا دیگه بچه خودم تلو 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 بدنی باشی گرونه بیا بدنی باشی هم مکتی کهیر میزنه. آقا بیا برو جونمون اینه بذار آقا بذار من ببینم گذاشی. آقا برو تو رو خود. آقا در آقا قفله. آقا آقا قفله برو من میام اونجا رو تمیز ممیز کنیم من برمیگرم. شش شش اینه بعده ببر با یه چه پیادش کنه برو پیادش کنه. که ببین چه مکافاتیه. بریم تو تا نایمد. بفرم بفرمی یه کفشتون در بیاریم خوشی کننده بر بفرم. میگم که زری خانو زری خانو سوسن خانو مریم خانم این خانم همسر بنده و دخترها من هستم. اومدی بابا اومدی بیان 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 اومدم بابا اومدم. چی شده بابا؟ سلام بابا. سلام بابا. سلام باز خراب کاری کردی؟ چه خراب کاری؟ ایشون همسر من هستن ایشون دختر من هستن ایشون هم دختر من هستن. چیزی شده بابا جان؟ نه 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 اصلا نه بابا جان. ایشون به چه مناسبت اومدن منزل ما؟ عضون نه شبیه میگم که ایشون تشریف بردن اینجا اگر شما برید پای تلویزیون بشینید من بهتون بگم ایشون چی هستن و چی هستن. بابا اگه میخواد راجع به محسوس صحبت کنی من همین الان قرار کنم برم بالا. یعنی چی قرار کنم برم بالا؟ بابا فیلم آوردن دادن. نه خلاصی نمیدی پای تلویزیون بشینید ایشون تجربیاتشون رو میخوام به ما نشون بدن. بفرمایید بیاین فیلمه این کی دست داده؟ روشنه امه خانم آه کامیز کامیز لطفاً اون سیدیتونو بدید. روسیه فیلمش. فیلم روسی؟ روسی؟ بابا جان میشه به ما بگید جریان چیه؟ میخوام این فیلمو بذاریم ببینیم. یعنی ما فیلم بینی داریم؟ بله فیلم بینی داریم. بابا بذار دیگه دلمون آب شد. بفرمین بشین. بشینید لطفاً بشین. بشین بشین. شما اون ورتر بشین اونجا بشین آب باید. آب باید. زیاد نیا جلو. اینو بزن. آها. داداش سرتو بکشون و بزه کام میزن ببینیم. سر من اینقدر گونده تلویزیون یه خوندش کوچیک. خیلی برام سخت بود. بالاخره اون زنم بود. من عاشق زنم بودم. بهش عنوان اون تو کما بود و درسته که تو کما بود ولی هر لحظه امکان برگشتش به زندگی بود. هرچند دکترها ازش قطع امید کرده بودن. چی شد تصمیمتون عوض شد؟ خب من امید خودم رو داشتم. من عاشق زنم بودم. نمیتونستم با دست خودم زنم رو بکشم. کسی که پیشنهاد این کار رو به ام داد داداشم بود. اولش خیلی از دستش ناراحت شدم. ولی بعدش وقتی که با هم رفتیم و بیماران این رو که نیازمند به اعضای اهدای عضو بودن به ام نشون داد نظرم عوض شد. با خودم فکر کردم اگه زنم زنده بود از انجام این کار خوشحال نمیشد. دوست نداشت که جون چند نفر رو نجات بده. خیلی برام سخت بود ولی سعی کردم خودم رو قانع کنم. راحت چه آدم های فداکاری پیدا میشن. اصلا راحت نبود. اصلا حتی تا چند ماه بعد عمل بعد از اینکه هنوز دستگاه رو از بدنش نکشیده بودم بیرون و هنوز عملی انجام بعد عمل هنوز باورم نمیشد که اون مرده. هنوز جای خالیشو حس میکردم. بچه‌جون آروم بشین خب نگاه کن دیگه. خیلی بهم کمک کرد. اگه اون نبود من دووم نمیآوردم. الان چه حسی داری؟ خوشحالم. این نصیبی هیچ مسلمونی نکن. از اینکه زنم از دست دادم ناراحتم ولی خوشحالم که تونستیم به چند تا خونه زندگی دوباره ببخشیم. تونستیم چند تا Thank you.
حرفی برای بینندگان دارید؟ میدونم عزیزانتون رو دوست دارین، میدونم عزیزانتون براتون عزیزن، ولی مطمئن باشین انسان های زیادی هستن که دارن هر روز با مرگ دست و پنجه نرم میکنن، دارن با مرگ میجنگن. تمام شد؟ تصویر گذار بود نه؟ آره خیلی آره. میبخشید آقا، اون وقت شما بعد از این مدت احساس پشیمونی ندارین از کاری که کردی؟ نه راستش نه پشیمون نیستم، تازه خیلی هم خوشحالم چون یه کار انسان دوستانه انجام دادم. مطمئنم خانمم هم خوشحاله. یعنی با خودتون نگفتین ممکنه برگرده؟ یه سال دیگه، دو سال دیگه، یکی دو ماه دیگه یا دو روز دیگه؟ زنده ای راز میگه آمیز بابای جوپی تو بعد از 37 سال برگرد. تو در به در بشی با این بابای جوپی. یعنی چی مهم نبود؟ خب جای خالیش پر کردم. جاشو چجور پر کردی؟ یه زن دیگه گرفتم، تازه جوانترم هست، خیلی بهتر از قبلی هست. شما چجوری تونستی یه زن دیگه بگیرین؟ چجوری نداره عمه جون، وفای مرد دیگه. خاک بر سرتون. یعنی چی؟ یعنی چون رفتی یه زن دیگه گرفتی اون وقت زن قبلی تو فراموش کردی؟ اصلا ناراحت نیستی که اون فوت کرده؟ یه پسر داشت، من دو دختر داشتم. بنویسش بیرون دیگه. بعد چی میگه؟ بنشو. حرفو چی میزنی؟ جری بریا چی میگی تو؟ خراب کردی؟ اصلا حرف نزن بابا جون من. چرا خانواده من آبرو منو بردی؟ درس دادم. یعنی چی برو؟ نه نه تو پاشو برو. خودت بلند شو. ای بابا تو گفتی بس سوس بس دیگه. آخه من الان تحت تاثیر قرار گرفتم. همه کیش ندادن مات شدن اینا. یعنی چی برو؟ آبرو منو بردی. برو عزیزم. بله. ای شما این بفرمایید. چیزه این خانم وکیله اومده شد. یعنی چی؟ این سرشو میزنی ترشو میزنی میاد خونه ما؟ نزنید سر و ترشو انقدر. بیا ما چی میگی؟ یه مرداشو تو چی بکنم؟ زره جون خب عیب نداره اومده احوال پرسی. یه اومده احوال پرسی همین. اصلا من نمیدونم، ما قرار بود یه چیز گرد بزنیم، یه چیز یه چیز خراب کردم. خراب کردی آقا بفرمی. سلام علیکم خانم. خواهش میکنم بفرمی. در ببندی آقا، در ببند. آقای دکتر ایشون کی بودن؟ ایشون یکی از دوستان بودن. بفرمایید تشریف بیارید. این آقایی که پیش شماست کیه؟ این آقا آقای دکتر باید براتون مفصلا توضیح بدم. خانم وکیل با هم دیگه داشتیم مشورت می‌کردیم که یه جای خلوت گیر بیاریم که در مورد این آقا صحبت کنیم. این آقا کی بشه خانم وکیل؟ شبیه همین آقا اعضاست دیگه، یکی عضوه. یه لحظه اجازه میدین ایشون توضیح بدن؟ نمیذاره که. بفرمایید. بنده به طور کاملا اتفاقی با ایشون روبرو شدم در اثر آگهی هایی که در سطح شهر پخش کرده بودن. سوسن جون متوجه مسئله دردناکی شدم. آخه این آقا تا آخر هفته اگه کبد و کلیهش رو عمل نکنه دکترها گفتن که از دست میدیمش. خیلی دردناک. من میگم که خانم وکیل ایشون به غیر از کبد و کلیه و بناگوش چیز دیگه نمیخوان؟ آقای دکتر دقت کنین، چشم چپشون شیشه‌ایه، چشم راستش سوسن جون همین یکی دو ساعت دیگه از سوش هم از دست میده. چقدر هم شبیه. اون وقت ببخشید این آقا که از سر تا نوک پا مصیبته. اون وقت این میخواد با چیچیش ببینه؟ رگاش. با رگاش دیگه دارم میگن مامی جان، با رگاش میبینه. رگای قلبش کاملا گرفته. دکتر گفته اگر قلبی باشه ایشون هم میتونه باشه. سوسن جون خیلی دردناک. آخ رگی قلبش هم گرفته. میبخشید کی به شما گفته که اینجا قراره اعضای کسی اهدا بشه؟ یعنی هیچ کس قرار نیست که اعضاش اهدا بشه. هیچ کس. البته خانم ویکی ببخشید و من دخالت میکنم، آقا مسعود ما میخواییم اعضاشو هدیه مامیز. اون که مرگ مغزی نشده.
هر کی خیلی علاقه منده میتونه اعضای خودش رو اهدا کنه. دایی جان بس. بذار بچه‌م بره. البته من یه چیزی خدمتتون بگم خانم وکیل. ما تقریبا میشه گفت وقتی دور هم بودیم تصمیم گرفتیم که اعضای آقای مسعود جان رو توضیح کنیم به مردم، اهدا کنیم، بیان ببرن دیگه. بعد البته هنوز زری خانم با سوسن خانم نظرشون همسو نشدن با هم دیگه. ایشالله که آقای دکتر زودتر همسو بشن و جون ایشون هم نجات بدیم. ایشالله. البته من درک میکنم موقعیت شما رو. من قبلا خانوادهایی مثل شما دیدم که یه عزیزش رفته تو کما، امیدوارن که بیاد بیرون، ولی اون دیگه نمیاد بیرون. گفتم شاید شما بخواین یه کار خیر کنین آقا کامیز و جون ایشون رو نجات بدین. میشه اینترپولی اوزاش بس کن دیگه. نه ما نمیخوایم کار خیر انجام بدیم، دست شما هم درد نکنه، ولی لطفا یه آقا رو بفرستین آش ابو دردا بخوره. نه فکر نمی کنم همسو بشیم. چقدر شبیه این خیلی شبیه این در در زده آقای دکتر. اما کسی شما خونه ای؟ من بکردم حتما زنگ خراب شده. نه بفرمید. صدای من نمیشه. تو حیاتم بفرمید. سلام علیکم. این که پدر مسعوده که زنی جو خودم دارم میبینم کور که نیستم. آقای کلاته جویباریه. سلام علیکم. اگر بدونی چه بلایی سر سب کن. آقای دو جوی نگه دار. این همین یکی از همین آدم رو بودیم همین. نه آقا خیره با جان خودم موهاش اون موقع زده بود یه مقدارم سفیدتر بود. نه اونو شما دارم کلو بودش. آقا اینو یه نگر دارم. نه اون نیست، من از مهمونه هستم. بفرم کیفتونه بده من. جور من آقا اینو گذارم من گرگلکی هم بذارم خود. آقا اینو بذارم بیرم کن دیگه. ببینم شما چای میل دارید الان گلوتون خوشه. بله این چیزا چیه شما دارید میگی؟ همینجوری علکی همینجوری شما همینجوری بدون ملاحظه به پدر یه نفر میگیم به پدر یه نفر میگیم عزیز من چند بار پسر مرده؟ بله فرزاد تویی؟ بیا تو. دو سه درصد پزشکا گفتن برگرد خدا برای هیچ پدر مادری نخواد. آقای دکتر خیلی سخته. اما خانو شما الان این گوشی داره آقای دکتر میذاره نبض این تو میکنی قلب گوش میکنی میذاری قلب من گوش کنی یه در میون یه در میون چی میگه این پسر یه در میون میزنه قلب من. فکر میکنین آقا یوسف هیچ چیتونم نیست؟ اگر نوار قلبی بگیریم به جای بالا پایین این خط مستقیمی نشون میده. خدا نکنه این حرفا رو نزنی. سلام بشین. فرزانه چی آقای محترم؟ آقا فرزالله که من فرزاد هستم. خیلی خوب آقا فرزاد. بله آقا فرزاد پایین ممزده بود. نه اصلا شما هر وقت با من خواستی صحبت کنی فقط اشاره کن. دست در نکنه ابتولی بی قهوه وجود که چای آوردم. من سن زیادی از من که نرفته. نه کسی هم که میخوام در واقع به عنوان همسری انتخاب اونم خدا رو چک هنوز مشکلی نداره. فقط اگر بشه که سینکی طرف خیلی هست خوشش میاد. دستتون زری میخوای از آبی گلو رود ماهی بگیری بخوام خوشش نیاد. عزیز من با یا مادر فرقی میکنی ایشون هم جای مادرشه دیگه. بله در خیلی دیر یا زود میشه مادرین. ببخشید الان مادرشون کجا هن؟ مادر اصلی. ببخشید دا یه لحظه میشه اجازه بدید؟ شما وقت گیر آوردین وسط این هاگیر واگیر راجع به عروسی صحبت میکنی؟ عروسی چه شما من بچه‌تون دستی بکشید؟ آقا یوسف من شما برم من یه لحظه دیگه اینجا نمیمونم. سوسن جون آقا یوسف دارن صحبت میکنن. شیرمت بر میخوره. وایسا ببینم فرقی میکنی ایشون هم جای مادرشه دیگه. شما دیگه چرا؟ شما که میگفتی من مسجد رو دوست دارم، مسجد این پسر من میمونه، شما دیگه چرا راضی شدی؟ هنوزم میگم من مسجد رو دوست دارم، این پسرم میمونه، ولی بعد مدت‌های شانسی پیدا کردیم که این عمد بالاخره شوهر کنه گولیشو بکنه بره. چی اون وقت بعد از اونش مگه مسجد بدبخت باشه؟ بابا بین بد و بدتر من دارم انتخاب میکنم، چرا نمیفهمی؟ بعد اینکه با مرگش بتونه باعث بشه چند نفر احیا بشن ثواب بکنه. من همین من بدبخت حاضرم یه دونه از کلیه اون به اون بیچاره بده ولی نذارم یه تار موثر مسعود کم بشه. حالا که نمرده داری خودتو میکشی. ماما جی شما نباید رضایت بدی. آقا میمیره دیگه. بابا بزرگ شو دختر من بزرگ شو. مسعود که مرگ مغزی نشده کماست بهش کرد بیچاره. آره نمیدونم چرا تو اینقدر بدبخت شدی.
حالا دیگه گریه نکن، اون که نبرد، بلند شو باش دست صورتو بشور. میام خواهر من، تا همه چی درسته نقده، خب یه تصمیم بگیری. پس یعنی شما تصمیم گرفتی دیگه؟ آره. ببین من نمیتونم رو تصمیم تو حرفی بزنم، من چیز نمیگم، خودت میدونی. داداش جون عزیز من، بالاخره آره یا نه من دارم با شما سلام مشورت میکنم، آره یا نه؟ ببین اگر عبه من باشه ها، جونم هم بخواد این مسعود من میدم بره. خواهر برادر ببینید چی میبینید؟ عزیزم داریم نگاه میکنید. تصمیم بگید دیگه، منم از شر این زد راحت کنه. ببینید نگه خارت خارت میگم داداش نگاش کن، آدم بدی هم نیست، آدم خوبیه، توی کل داره، بره رو داره، سوادش خوبه، مردم داره، میتونه آدم از درش بیاره جلو مردم. میگم داداش پس تا دیر نشده یه زنگ بزن سریع آقد پاشه بیاد. خواهر من تصمیم عوض نمیشه؟ نه نه شما زود زنگ بزن تا من تصمیمم عوض نشده. یار مبارک بودو دیگه. خدایا من راضیم به رضای خودت، انشالله که خوشبخت میشم. آقای سلام علیکم. یه دقیقه تشریف بیارین. چی شده؟ نه درست نیست، ما هنوز عقل نکردیم که. ای آقا جان کی میگم؟ ببین آقا یوسف من دیگه تصمیممو گرفتم که ان شاء الله باری کلا اینه، ازدواج کنید راحت بشید از این خونه. همین الانم داداشم یکی رو فرستاده بره آقا دو برداری بیاره. میگم فکر کنم یه کاسه زیر نیم کاسه است که عمه راضی شده ازدواج کنه. آره آره این جویباری هم اینطوری نگاش نکنه. عزیزم دستتو نکن تو گوش من. اما خری دیگه گفتیم شما مهره رو بگی نه دیگه ببین من هول کردم استرس چیه؟ اونو شدم من یکم یواشتر آقای یوسف. باشه استرس نداری که، شما آمپول زدی؟ این همون سوزش که من تو حالا نزدم، حتی یک سوزن من خودم نزدم. خب همون این درد سوزنش همون میشه میره. خب میگم نزدم، شما میگه درد سوزن. خب حالا ببین آقای یوسف خواهش میکنم، فقط یه جوری برو با سوزن صحبت بکن، دل شکسته است الان ناراحت. اونی که بچه من میرم صحبت میکنم آرام میکنم، ولی اینو شما هم خودت اجاری برای خودت اصلا میگم برو شما تحقیق کن جویبار محله بپرس ببین من چه جور آدمی ام، شاید سابقه دارم. این جویباریه خوش زده با آلزایمر، همش بازی. یعنی توی پنجتومانی عجیبش نمیتونه نشی میدونی؟ میگم من تصمیمم رو گرفتم. مثلا اینه به این آقا فرار دستتو نکن تو گوشم عزیزم. فرازات چکار داری شما؟ شما برو با سوسن صحبت کنم. اینه صحبت بگم، ولی اینه بذاریم ما یه دوسته سال با هم رفت آمد کنیم، آشنا بشیم، هر وقت خواستیم اون رو ازدواج اینو بریم. همه خانم چیکار داره؟ باشه برو ببین چیکار داره. عزیزم دستتو بردار. یالا خانم دکتر بفرمایید. زری خانم اجازه هست؟ بفرمایید. ببخشید مصدر اوقات میشم، خیلی معذرت میخوام، من مصدر اوضاع شدم. میگم اگر اجازه بفرمایید من با دختر خودم عروس خودم سوسن خانم چند کلم خصوصی صحبت کنم، شاید جلوی شما درست نباشه، اگر شما اجازه بدین فرقی نمیکنه بچه منه دیگه. بله خواهش میکنم، اشکال نداره بفرمایید. برای آینده خودش با مسعود دارم میگم، مسعود که دیگه رفت، آینده ای نداره. با اجازه اما خانم بگید من پایی منتظرم، اگر خواستن اسلونه چایی در خدمتتون باشیم اگر اصرار دارن. خوبی؟ بفرمایید. خیلی خوش آمدید. یا الله سلام علیکم، کفشتون رو عوض کنید. بنده خدا خیلی گرفتار بود، من با چرب زبونی ایشونو آوردم. کار خوبی کردی، دستاتون رو شستی؟ بله شستم. خیلی خوب. بفرمایید بفرمایید. از کجا آوردیش؟ از محضر دیگه، از سبزی میدون که نیوردم. خیلی خوب خیلی خوب. سلام علیکم. الله خوبی. آقا دکتر چجوری؟ چیکار میکنی؟ حرکت موضوع میکنی؟ ما شد با این کارا نداشتیم دیگه، که آینه به جا بیاریم. آینه چی کار میکنی؟ نه شما میخواست خانم نرزی، اینی شکر میره توی اقای من، لباس زیر من چسبه. خانم وکیل اون برگه ها پیشت برگه ها رو بیاریم. سلام سوزن خانم. آقا داماد شما لطفا اینجا رو امضا کنید. آقا داماده؟ شما شما آقا بایم پیر بشینید شما. خانم وکیل اون برگه ها پیشت. این پروب اولش یه دو مدون میکشه.
امضا بکنیم. نه شما اگر هر حقی جهر چیزی برای دو شاخش شمشاد دست بزنیم. مزبوط من دست شما درد نکنم. من از برقره ازدواج میکنم ولی به این سرعت من امودگی ندارم. من باید دارم خیاطم سفارش بیدم خیاط شکوفه. جانم بفرمایید. بله جان سرنگ این الان خدمت باشید. این اینجا چیکار میکنه؟ این پروب اولش یه دو مدون میگشه. سلام چرا سلام این برا خواهش قدم رنجه فرمیدی. این پروب اولش یه دو مدون میگشه. سلام خوب هستین جان سرهنگ؟ خیلی خوش آمدیم. قربان شما. اینجا یه مهمونی بزرگه. این دل جلسه است، گرد هماییه. من مضطرب نیستم اصلا، من خیلی حالت عادی رو هستم. ریلکس باشم. ریلکس باشم. من شما دروغگوی خوبی نیستی. آه نفرمایید. چند سوال داشتن در مورد این پرونده. آقا جان شما کارتو انجام بده. خب بخون دیگه. بسم الله الرحمن الرحیم. عزیز رو سب کن. قربون خدا برم. نیست. تنها نیست. من فهمت چی هستم؟ من تنها هم. اما قدی تنها هست. نمیخواستم مزاحم جلسه تو. خب این معمولیت دیگه. وظیفه هست. من میخوایم بذاری یه جلسه دیگه چون الان واقعا شرط ببخشی البته من دخالت کنم. هم زمان هست هم معمولیت هست هم سوال هست. بذاریم برای دفعه. مزاحمتون. خب در خدمت شما حداقل یه چای. چای بعد. چای آره هر جور که خودتون مایل هستی. میخواین تشریف بیارین. بفرمایید. در هر صورت آخر نباشه ما دلگیر میشیم. خوشحال میشیم که شما قدم رو چشم با بذارید. یه چایی فرزا بله تو برای چیه نه هول شدی یه دفعه؟ نه من هول نشدم. من یه کسی یه هویی ازم سوال میکنه دیگه نمیتونم راستشو بگم. بذار یه چند تا عکسم بگیرم. چند تا عکسم بگیرم. چند تا عکسم بگیرم. خب ما که تنها هستیم. خب اینو انسان هایی شما بخونید. شما هم امضا کنید. آقا بالاخره چه کار کنم؟ ما مراسم دیگه ای هم داریم. برو شما بلند شو. آقا چی چیره بلند شو بره؟ چی میگه؟ آهر من نفسینش بره جای دیگه. ما به 3000 بدبختی آوردیمش. من اونجا انجام بده اون مراسم رو انجام بده. ببرش فرزاد جان. آقا رایش کن. آهر این چی میگه؟ آقا یوسف این هم میذاریم بعدا صاحب. آهر من نمیخوام از زندگی نایر کنم. چرا ولی میدونین علاقی نمیشه اون دکتر این کارو عجله نمیشه. مسعود صدای منو میشنوی؟ میبینی من چقدر تنها هم؟ سرنوشتمونو میبینی؟ تو الان اینجا رو تخت راز کشیدی اون وقت خونه اون پایین درگیر مراسم عقد امن با بابای تو. میدونی آرزوم چی بود؟ دلم میخواست تو الان به هوش بودی. اون وقت ما هم میتونستیم با اونا توی مراسم باشیم. بله شما کی؟ خیلی خوب بیا تو. این اینجا چی کار میکنه؟ سلام علیکم. حال شما؟ سلام علیکم. سلام آقای دکتر. سلام. سلام علیکم. دستتون شستی؟ من خیالتون راحت. نخلق شما رو میدونم. شما و این ورا؟ بالا من حاویه یک سری پیام مهم از مسعود هم براتون. سلام. سلام علیکم. سلام علیکم. بله. مسعود؟ بله الان میگم. یه لحظه سب ببخشید. الان خدمتشون عرض میکنم. اجازه بدین. ایشون منشی اداره من هستن. بله منشی من. دفتر بله بله. روحی من. باشه یه دو دقیقه دارن حرف میزنن. یه دقیقه سب کن الان میگم. روح حفظه. اونجاست؟ بله. وای. اول به دکتر. بله. ای نه؟ خب سوسن بالاست. پیش خود شما بهش بگو. خیلی خوب بگو. اول تشکر میکنه از این که سوسن پشتشو مثل پدر و مادرتون خالی نکرده، بعدم میگه که همینجور از من حمایت کنه. آخه. و بعدی پشتشو خالی نکردم. فرزاد. بله. فرزاد از تو تعجب میکنم. تو خجالت نمیکشی بعد از این همه کاری که من برات کردم اینجوری نامردی میکنی؟ بهش بگین خانواده اینجا نشسته درست حرف بزنه.
میگه که دهن منو بیشتر از این باز نکن. آره بسته باشه بهتر. بله پیام بعدی در مورد اون بنده خدایی که شراره آورده. بله میگه که اون فقط یه کارگر ساده است، هیچ احتیاجی هم به اهدای عضو نداره. پس به من دروغ گفته بوده. بله 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 دیگه اونو من نمیدونم. چه دروغ میگه؟ این دروغ گفته بوده، اینم اومده بوده به ما گفته. میگه اجازه بدید من حرفمو بزنم. پیام بعدی. پدر جان شما واقعا راضی شدی که من بمیرم؟ من راضی شدم. من راضی شدم تو خجالت داری کشید من داد نکش سرت. حالا ببخشید من پیام بعدی رو بگم دیگه، بعدا خودش که اومد و اینا واسه حرف می‌زنید دیگه. مهمترین چیزی که من اومدم اینجا بگم بفهمید اینه که من میخوام به زندگیم ادامه بدم. ای وای و در آینده خنده نداره در آینده این نزدیک از کما بیرون خواهم اومد. به به اعضای بدنم هم خودم لازم دارم. به به حالا شاید یکی از کلیه هامو ببخشم ولی بعد از اینکه خودم به هوش اومدم و برگشتم به این دنیا. به به البته اونم با اجازه سوسن خانم. چه غلطا. بله میگه دوباره دهنتو ببند. گفتم دیگه چیزی نمیخوای بگی؟ نه کار نداری من نرم دوباره منو بلند کنی بیاری اینجاها. خب دیگه حرفی نداره با اجازه. خب رضایی میشه یه ذره بیشتر از فرزاد بگی؟ نه لزومی نداره آخه برای چی از فرزاد حرف بزنه؟ میگه که اصلا نمیتونم به این سوالت بیشتر. بله چه بهتر با اجازهتون آقای دکتر من دیگه کارم بخواهم. خانم منشی آقای دکتر آقای دکتر یه لحظه شما با من تشریف بیارید. میگه که بهتون بگم که من شما رو لو نمیدم خب؟ ولی اگه یه بار دیگه تلاش کنید که از جر من خلاص بشید وقت دست از سرتون بر نمیدارم. این معلوم که لو نمیدید. بله بله پدر جان بله دیگه چایی شنید خودش چایی فرمایید چایی من پسرم تنها گذاشتم میدونم با اجازتون خدا نگهدار خدا حافظ خدا حافظ شما دوشون فکر میکنید؟ به این که چرا نتونست بگه؟ فکر کردن نداره پدر جان نگاه نکنید دیگه ولش کنید رفت فکر کردن نداره به همه این چیزایی که گفت دیگه توجه نکنید بریم دنبال بدبختیمون. هیچ کس توی این خونه با من نیست، هیچ کس منو دوست نداره. معلومه که من با دخترمم. نگران نباش مریم جون ما با هم همه ستمون توی تیم هستیم. سوسن خانم شما چند بار به من اتهام زدید و چیزی براتون نداشت جز رسوایی، عبرت بگیرید. اونارم که الحمدلله دزدیدی که مال توئه. کجاش دزدی ما میجون این اقتباسه. اون اقتباس تو سرت بخوره کامیز. یه اقتباس ادبیه کجاش دزدیه؟ یه خط مال این پسر مسعود بوده 300 صفحه مال من بوده. دزدیه؟ حالا شما بگو اونام بگم. دیگه نمیخواد به من بگی. من که دیگه میدونم همه چیزو که. نمیشه همین الان یهو ناامید شدم.